Thank <music> you. سلام دوستای خوبم به کانال فرسس یا اول سلامتی خوش اومدید خب ادامه میدیم آموزش سوالات گواهینامه آلمانی رو از روی معتبرترین اپ فارشوله و بروزترین آپدیت سال 2022 خب از روی اپ میریم قسمت ترینینگ الف فراگن و تمن گفتیم بخش اول گونشتوف هستیم قسمت دومش فهالت فه نیم از این مجموعه این قسمت قسمت, قسمت اپ بیگن وندن اون روگ این قسمت 30 تا سوال داره که گفتیم توی دو تا ویدیو تو هر ویدیو 15 تا سوالش رو بررسی خواهیم کرد تو این ویدیو 15 تا سوال اول از سی سوال رو بررسی میکنیم ولن یبن خب سوال اول زی مشتن ناخ لینکس ابیگن وان موسن زی اوف دن ناخ فولگندن فکر اختن میگه زی مشتن ناخ لینکس ابیگن شما میخواید که سمت چپ بپیچید خب دوستان خوبم نخ لینکس اپ بیگن نخ غیس اپ بیگن یعنی سمت چپ پیشتن سمت راست پیشتن اینا لغات بسیار مهمیه برای امتحان عملی خوب یادش بگیر چون پروفه یا اونی که میخواد از ازتون امتحان بگیره آلمانی صحبت میکنه دیگه بعد گوشتون به این لغات عادت کرده باشین خب وان موسنزی آف نخ ناخ فکر فکی یه وان چه زمانی موسنزی شما باید اوف نخ ناخ ده به اون ماشین هایی که به در جریان هستن تو خیابون آختن توجه بکنید یعنی چی حالا که شما میخواید سمت چپ به بپیچید باید کی به به اون ماشین هایی که توی خیابون هستن توجه بکنید خب گزینه آ میگه فردم آب بگین میگه قبل از پیچیدن خب درست داره میگه قبل از پیچیدن باید اون ماشینا رو تو آینتون نگاه بکنید حواستون باشه گزینه ب میگه نختم آب بگه میگه بعد از پیچیدن خود خب، نه دیگه ببینید بعد از پیچیدن دیگه به اصطلاح نیازی نیست که ماشینا رو ببینید چون شما پیچیدید و تو مسیر خودتون بس این داره غلط میگه گزینه 3 میگه فوردم این اوردن میگه قبل از اینکه این اوردن بکنید این اوردن گفتیم قبل از چهارراه ها یا سه راه ها شماها به باید توی مسیر خودتون خودتون جهت داده باشین روی آسفالت اگه دقت کرده باشین مارکیگون میبینی یعنی یه فلش هایی میبینید باید شما از قبل میدونید آها میخواید سمت چپ بپیچید باید بیاید تو اون لاینی که به برای پیچیدن سمت چپ هستش خب این میگه قبل از پیچیدن باید شما تو اون مسیر خودتون رو به قرار داده باشین دیگه داره درست میگوزین درسته آفلوزون گفتیم درسته امتیاز این سوالم چهار امتیازی وایتا Zwei Fahrzeuge kommen sich auf einer Kreuzung entgegen. Beide Fahrzeuge möchten äh, jeweils äh, nach links abbiegen. In welchem Ausnahmefall müssen sie hint, äh, hintereinander abbiegen. Mieke zwei Fahrzeuge kommen entgegen. Wir gehen total machine, als mich äh, da auf einer Kreuzung باید فارس رو مشتن جفت ماشین ها دوست دارن یه وایز نخ لینکس آب بگن جفتشون میخوان از سمت خودشون سمت چپ بپیچن این ویش نام فال در چه موقعیت هایی به طور استثنایی موسنزی اونها اونا مجبورن هین تا این آن در از پشت همدیگه دیگه آب بگن. بپیچن ببینید الان اکسش رو گوشتن داری تو اکس میبین قانون شده و ماشینایی که میخوان در چهار رو به هر کدوم از سمت چپ خودشون بپیچن باید حتما دو تا ماشین گر رو از جلوی هم بپیچن متوجه هستیم حالا میگه که توی چه مواردی که حالا قانون این هسته تو چه مواردی اینا مجبورن از پشت هم بپیچن این منظور این سوال خب گزینه آ میگه ون دیفکیز لاگ افورد میگه ون وقتی که دیفکیز لاگ like, این تردد خیابون این موقعیت خیابون اس افورد uh, این رو فراهم میکنه یعنی چی یعنی این موقعیت خیابون و به شما میگه که آها شما سر این چار را باید از پشت هم دیگه بپیچی یه سری چار را داریم به این صورت هستش خب این داره درست میگه گزینه ب میگه دی گشتالتونگ در کرویتسونگ اس افورده میگه وندی وقتی که گشتالتونگ این به ساخته ساخت اون چهار را اون سازه اون چهار را اس افورد این رو به فراموش این هم داره درست میگه دیگه چهار هستن که به شما طوری ساخته شدن که باید از پشت هم دیگه بپیچید این هم درست میگه خب گزینه سه میگه ون عین گلاش غنیش کرویتسونگ به فارن میگه ون وقتی که عین گلاش غنیش کرویتسونگ ببینید الان تصویرش گذاشتم تو تصویر میبینید گلاش غنیش کرویتسونگ یعنی شما میرسید به چهارایی که هیچ علامتی نداره که به چه کسی اینجا فورفارد یا حق تقدم داره و ده گفتیم موقعی با که جایی هستید که و هیچ علامتی وجود نداره شما باید به دست راستی خودتون حق تردم بدید حالا اینجا چهار تا ماشین همزمان میرسن به یه چهار راه و هر کدوم به دستراسی خودشون باید حق تقدم بده خب اینجوری میچرخه و هیچ کدوم اجازه ندارن از این چهار رد بشن دیگه وقتی که چهار تا همزمان برسن به این چهار این اتفاق میفته که بهش میگن گلاش خب میگه در این زمان شما باید از به پشت همدیگه سبقت بگیرید که داره غلط میگه خب همجوری گفتیم آوه فقط درسته امتیاز این سوال سه امتیازیه سوال سه دوی فرازوی که کامن سیف اونایی کروزونگ انتگین، باید فرازوی میشن یهواز ناخیس ابیگ. چه میکنن؟ میگه دوی فرازوی ماشین میان از رو رو همدیگه همدیگه نزدیک میشن. باید فرازوی میشن یهواز ناخیس ابیگ. چو فت ماشینا مثلا سوال قبلی میخواد هر کدوم از سمت چپ خودش بپیچه. وی زی دی باید فاقا ایم فاق این فال فهاته میگه چجوری باید این دوتا راننده طبق قانون رفتار بکنن خب این سوال قبله گزینه آ میگه زیموسن هین تا این اندر اب میگه اونها باید از پشت همدیگه به سلا بپیشن گفتیم نه گفتیم قانون عوض شده و طبق قانون که عوض شده همه ماشین ها سر چهار را باید از جلوی همدیگه بپیچم مگر اینکه استثناءاتی وجود داره که مثل سوال قبلی داشت استثناءات رو حالا اینجا قانون رو داره میگه و گزینه آ غلطه گزینه ب میگه زیش او و دی آرت میگه زیش او و دی یعنی چی زیش دیگه؟ یعنی به هم دیگه اشاره بکنه این به این بگه نه تو بیا به پیش اون بگه نه تو بیا به پیش میگه اینجوری باید حالا رفتار کن گفتیم نه دیگه گفتیم قانونی که باید از جلوی همدیگه بپیچن واسه گزینه ب داره غلط میگه گزینه سه میگه فور آین اند اپ میگه فور آین یعنی از جلو هم دیگه اپ میگن بپیچن داره درست میگه داره قانون میگه گزینه سه درسته اپ لوزم همونجوری گفتیم فقط گزینه سه درسته امتیاز این سوالم سه امتیازیه وایت هم سوال 4 زی مشت نخ لینکس اپ میگم ویچ فار لینیه موسن زی میگه زی نخ لینکس اپ میگه شما میخواهید سمت چپ بپیچید ویش فعال لینیه موسینزی این حالت میگه کدوم خط خیابون رو شما باید حفظ بکنید ببینید همجوری که تو آینه دارید میبینید سمت چپتون آینه کوچیک سمت چپتون یه ماشین پشتش بشه یعنی چی؟ این به این معنی است که این خیابون دو طرف است یعنی ماشینا از مقابل هم دارن میان وقتی که خیابون دو طرفه باشه شما باید الاین سمت راستیه بپیچید چون الاین سمت چپیه بپیچید ماشین از رو دارن میان دیگه اگر اون لاین رو استفاده بکنید ماشینی که از رو میاد با هم دیگه برخورد میکنه و تصادف ایجاد میشه پس خیابون های دو طرفه همیشه باید لاین سمت راستی رو ازش استفاده بکنید خب اون گزینه که میگه لاین سمت راستی درسته گزینه آ میگه دی رشت فال لینیه میگه لاین سمت راستی درسته گزینه ب میگه دی لینک فال لینیه غلطه گزینه س میگه بای د فال لینین زیند مگلش میگه جفتشون رو میتونید استفاده که داره غلط میگه خب اوفلوزون همونجوری گفتیم گزینه آ فقط درسته امتیاز این سوالم 4 امتیازی وایتا خود سوال پنج کم کان بای مئر شپوریگیم ابویگن تو بزوندس گفیرلیشن سیتواسیون فیرن میگه واس بای مش مش یعنی خیابونی که چند تا لاین داره برای پیچیدنش تو بزوندس گفیرلیشن سیتواسیون فیرن توی یک موقعیت خطرناکی هدایت میکنه یعنی در چه صورتی تو اون خیابون که چند تا لاین برای پیچیدن وجود داره موقعیت خطرناک ایجاد میشه منظور این سوال اینه خب گزینه آ میگه فاشت وکس آب میگه فاشت یعنی چی یعنی لاینتون عوض میشه در خلال ورن در خلال دز اب بیگن. در خلال پیچیدن درست داره میگه ببینید مثلا شما تو لاین اولی هستید سه تا لاین برای پیچیدن سمت مثلا چپ وجود داره شما تو لاین اولیش هستید همین که میپیچید ناخداگا اشتباهی هنگام پیچیدن میفتید تو لاین دو که میافتی تو لاین دو ماشینی که تو لاین دوه از پشت به ممکنه با هم دیگه تصادف داشته باشید من همچین تصادفی رو خودم داشتم که به یه آقای پیری بود و هنگام پیچیدن نتونست لاین خودش رو حفظ بکنه و خارج شد اومد تو لاین من و به توی در من زدش پس این موقعیت خطرناکی ایجاد میشه گزینه آ درست خب گزینه ب میگه گناوز این حالت میگه گناوز این یعنی دقیقا همون خطی که تو شاسی همون خط رو حفظ میکنید به اصطلاح موقع پیچیدن و از خط رو خارج نمیشه خب اگه خط رو حفظ بکنید خب دیگه خطری به وجود نمیاد که پس این گزینه داره غلط میگه وجینسه <متحن> میگه توشنلز فاقن میگه اگر سری برونید داره درست میگه موقعی که سری برونید به خاطر اون شعاع پیچ از اون لاین خودتون ممکنه خارج بشید و بیافتید تو لاین دومیه متوجه هستین لاین دومیه که برای پیچیدنه این هم داره درست میگه آولوزون همونجوری گفتیم آوسه درسته امتیاز این سوالم چهار امتیازی؟ وایتا سوال 6 alle drei Fahrzeuge so wollen links abbiegen wer hat sich richtig eingeordnet میگه alle drei Fahrzeuge همه این سه تا ماشینا کامیونه اون ماشین زرد تاکسی، تاکسی هرچی اون ماشین سبزه، میخوان همشون سمت چپ بپیچن wer hat sich richtig eingeordnet کدومشون به درست خودش رو جهت داده مسیر داده کدومشون مثلا تو جهت درست قرار گرفته ببینید اون ماشینه که توی بان هستش اون صد درصد غلطه چون تو اون محدوده اون نباید اصلا وارد می شده و ماشین سبزه غلطه ماشین زرد هم ببینید به توی خطیه که درستترین حالته باید تو اون خطه باشه که میخوای بپیچی اون کامیون هم باید میمده پشتر ماشین زرده میبینید به خاطر اون تابلوی مسلسی شکلی که به یه خط کلوف داره روش اون نشون دهنده اینه که شما تو این خیابون فورفارد در خیابون به خیابون اصلی و حق تقدم شما اینجا دارید و اون کامیونه برای پیچیدن با هم میمده اومده سر اون ماشین زرده خب حالا میگه دگر به پکاوی اون ماشین زرده خب درسته گفتیم ماشین زرده تو جهت مناسب د اکاوی میگه اون کامیونه که غلطه و د گرون پکا ماشین سبزه که اونم گفتیم کاملا غلطه خب همونجوری گفتیم گزینه آ درسته امتیازی سوال سه امتیازی وایتا سوال 7 ناختم لینکس اپ بینگن ولنزی زفورد زوفورد ریس اپ وی اوردنن زی میگه ناختم لینکس آب بینگن بعد از اینکه سمت چپ پیچیدید ولنزی زی زوفورد میخواید شما بلافاصله ریس آب بینگن سمت راست بپیچید مثل اون خط زرده که میبینید خط قرمزه میبینید مشخص کاری منظور اینه یعنی سری میپیچید چپ و دوباره میخواهید بپیچید راست وی زیزیش این چجوری خودتون رو اینجا جهت میدید به ببینید نکته اینجاست که خیابونی که دو تا لاین داره هر دو تا لاین هم برای پیچیدن سمت چپ انتخاب شده حالا شما که میخواد بلافاصله بعد از پیچیدن سمت چپ بپیچید سمت راست بعد اون لاین رو انتخاب بکنید که در به سمت راست ترین سمت موقعیت شده یعنی اون لاین دست راستی متوجه یعنی جایی که اون ماشین قرمزه هست ماشین قرمزه درست ماشین سبز غلطه و ماشین آبیه مثل ایرانه یعنی از روی خط داره میره که کاملا غلطه ما همچین رانندگی رو توی اروپا نداریم ماشین آبیه رانندگیش مثل رانندگی تو ایرانه که اصلا این کاملا غلطه و خب میگه گونه پکاوی گزینه آ پکاوی گفتیم غلطه چون بلافاصله میخوای سمت راست بپیشید بعد تو راستترین لاین خودتون موقعیت داده بشید. یعنی اون ماشین قرمز پکاوی اینجا درسته آفلوزون همون چیزی که گفتیم گزینه 3 درسته امتیاز این سوالم سه امتیازی وایتم خب سوال 8 و موس دی فاد ریشتونگز اندرونگ آنزایگن میگه فات ریشتونگز اندرونگ یعنی تغییرات جهت حرکتتون آنزایگن یعنی نشون بده یعنی چی یعنی باید راهنما زدن یعنی باید چه کسی اینجا راهنما بزنه ببینید اون تابلو اپ کنیکن فور استراسه همون خط کلوفته که دو تا شاخک روشون خط کلفته نشون دهنده اینه که شما تو این امتداد این خط کلفته به اصطلاح فورفارد دارید یا حق تقدم دارید و اون شاخک های کوچیک یعنی که چی شما دارید از به خیابون اصلی خارج میشید وارد خیابون فرعی میشه یا برعکسش ماشینایی که تو اون خط به شاخک ها هستن دارن از خیابون فرعی وارد خیابون اصلی میخوان بشن واسه اونایی که تون هستن باید به ماشینایی که تو اون خط کلفت هستن حق تقدم بدن چون اونا دارن از فرعی و اصطلا وارد اصلی میشن خب وقتی که این تابلو هسته شما در راستای اون خط کلفته در امتداد اون خط کلفته اگر بخواید حرکت کنید باید به اون سم راهنما بزنید یعنی الان خط کلفته به سمت راست میپیچه شما اگر میخواستید در امتداد اون حرکت کنید به سمت راست بعد راهنما به سمت راست میزدید ولی الان میبینید فلش کشیده شما میخوای مستقیم برید مستقیم که بخواید برید دیگه نیازی به راهنما زدن نیست اگر تو اون به اصطلاح شاخک سمت چپش هم که میخواستید بپیچید باید باز راهنما میزدید بس این دو تا و اون موتوریه چون داره در امتداد اون خط کلفت حرکت میکنه و داره میپیچه سمت چپ اونم باید راهنما بزنه خب بریم برای جواب ها ایش زبس یعنی من باید راهنما بزنم نه دیگه گفتیم شما دارید مستقیم حرکت میکنید و اینجا مستقیم نیاز به راهنما زدن نیست گزینه ب میگه نه کاین نه هیچ کدوم نه شما نه اون موتوریه خب اینم داره غلط میگه گزینه سه میگه دست مطاقت اون موتور سواره که داره درست میگه آفلوزون خب که گفتیم گزینه سه درسته امتیاز این سوالم سه امتیازیه وایتا سوال 9 Sie befinden sich im Kreisverkehr, was ist zu beachten؟ Kreisverkehr میشه میدون میگه شما داخل یک میدون هستید was ist zu uh, beachten؟ شما باید به چه چیزی توجه بکنید؟ خب گزینه یک میگه Im Kreisverkehr ist das Halten auf der Fahrbahn verboten Im Kreisverkehr یعنی داخل میدان ist das Halten این uh, توقف کردن یا متوقف شدن auf der Fahrbahn uh, در خیابون verboten ممنوع است درست داره میگه ببینید دوستان خوبم شما وقتی که داخل میدون قرار گرفتید به هیچ عنوان نباید اونجا ماشینتون رو متوقف بکنه حتی برای یک ثانیه یا برای لحظه ای که بخواید مسافر پیاده سوار کنید به هیچ شما این کاملا ممنوع هستش پس گزینه آ داره درست میگه گزینه ب میگه داس Verlassen دس Kreises muss دوش بلینکن انگزای میگه داس فلاسن این خروج دس Kreises از میدون موس باید دوش بلینک از طریق راهنما زدن آن سایت وردن باید نشون داده بشه درست داره میگه وقتی که شما میخواید از میدون خارج بشید حالا خروجی اولش اون میدون ها ممکنه مثلا دو تا سه تا خروجی داشته باشید دیگه حالا چه خروجی اول چه خروجی دوم چه خروجی سوم از همون خروجی که میخواید خارج بشید باید قبل از اون خروجی راهنما بزنید یا نره از همون خروجی راهنما باید بزنید و خارج بشید قبل از ورود به میدونم اینم نکته برای امتحان عملیتون این خیلی سوال مهمیه برای امتحان عملیتون ببین قبل از ورود به میدونم شما نباید راهنما بزنید اینو یادتون نره اصلا به هیچ عنوان نباید راهنما بزنید خب گزینه ب هم داره درست میگه گزینه سه میگه این میتر این در نور او وردن ون دیز افگرون در فارتزوگ روسف اون بار است میگه عین میته اینزه میته اینزه عکسش رو براتون گذاشتم دارید میبینید اینو بهش میگن دارف اجازه داره نور او و فاون ورده از روش عبور بکنه یه نفر ون وقتی که دیز آفگون این به خاطر اینکه در سو گوسه فاعت سو گوسه یعنی بزرگی ماشین اون فمایت بار قابل اجتناب است یعنی چی یعنی ماشین انقدر بزرگه که اون مجبور از اون خط عبور بکنه تا بتونه وارد میدون بشه پس این هم داره درست میگه خب آفلوزون لوزون همونجوری گفتیم هر سه گزینه درسته امتازه. این سوال هم سه امتیازی وایتا سوال ده این وش از سیتواسیون ایست وندن بزوندرس گفلش میگه این وش از در چه موقعیت, موقعیت است وندن این به اصطلاح دور زدن بزوندرز مخصوصاً که فعلش خطرناکه خب یعنی چی یعنی موقعی که شما میخواید دور بزنید مثلا سر و کنید به اصطلاح برگردید کجاها این خطرناکه ببینید گزینه آ میگه فور کورون قبل از پیچ ها خب این داره درست میگه قبل از پیچ چون ماشینی که روبرو داره میپیچه شما رو نمیتونه ببینه یا برعکس شما که میخواد بپیچید ماشینه که روبرو میان رو نمیدید اونجا دور زدن به اصطلاح سر کردن و دور زدن اونجا خطرناکه گزینه آ درست گزینه ب میگه بای نیبر نیبر یعنی مه خب این هم داره درست میگه وقتی که مه باشه شما بخواد بپیچید به خاطر اون مه دید شما و دید ماشینایی که حالا یا از روبرو رو میان یا ماشینای دیگه کم هستش و ممکنه که شما بخواید بپیچید شما رو نبینن و باعث ایجاد خطر بشه اینم داره درست میگه گزینه س میگه for کوپن کوپن گفتیم همون خیابونایی هستن که یهو اونورشون به سربالاییه و اون ورش یهو سرپایینی میشه و شما ماشینه که اونور هستن رو نمیبینید همونجوری تو تصویر داری میگه بهش میگن کوپن این ای، توی این خیابون ها هم دور زدن خطرناکه دیگه چون ماشین ها شما رو نمیتونن ببینن و شما هم به اصطلاح ممکنه ماشینی که از رو, رو میاد نتونید ببینید و این باعث موقعیت خطرناک میشه اما فلوزون همونجوری گفتیم هر سه گزینه درسته امتیاز چهار سوالم 4 وایتا سال 11 ورموس بلینکن میگه چه کسی باید اینجا راهنما بزنه خب گفتیم اون تابلو گفتیم به اپ کنیکن فور اشاره میکنه یعنی خیابونی که شما در امتداد اون خط کلفته اگر حرکت بکنید فورفارد دارید یا حق تقدم دارید مثل اون اه, کامیونه که داره در امتدادش میره اون حق تقدم داره و اون باید راهنما بزنه راهنمای سمت چپ اگر شما به سمت راست یعنی در امتداد اون خط کلفته در حرکت بودید شما باید سمت راست راهنما میزنید و حالا چون دو تا شاخک هم روشه میبینید یه شاخک مستقیم داره که اگر میخواستید مستقیم برید اینجا نیازی به راهنما زدن نبود شاخک سمت چپش چون میخواید بپیچی سمت چپ اونجا باید راهنما بزنید اون شاخک هم نشون دهنده خیابون های فرعیه به اصطلاح خیابون هایی که اونها حق تقدم ندارن باید ماشینایی که تو این خیابون اصلی یا در در راستا یا در امتداد خط کلفته هستن رو بهشون حق تقدم بدن یعنی یعنی اون ماشین قرمزه بعد اجازه بده اون کامیونه رد بشه و شما هم بعد از اون کامیونه باید به صلاح بپیشید تو خیابون دست چپیه و ماشین قرمزه بعد از همه شما میتونه به حرکتش ادامه بده خب گزینه آ میگه در بلاو ارکاوی میگه اون کامیون آویه باید راهنما زنه درست داره میگه گفتیم دیگه و گزینه ب میگه در قوت پیکاوی قوت پیکاوی اون ماشین قرمزه میشه گفتیم اون که داره تو مسیر مستقیمه اون دیگه نیازی به راهنما زدن نداره واسه گزینه ب غلطه گزینه س میگه ای یعنی من خودم شما گفتیم دیگه باید راهنما بزنید آفلوزون، لوزون گفتیم اوسه درسته امتیاز این سوالم سه امتیازی وایتا سوال دوازده و موس هی دی فارت ریشتونگز اندرونگ انزایگه میگه فارت ریشتونگز اندرونگ یعنی تغییر مسیر رو انزایگه نشون بده یعنی چی یعنی باید راهنما بزنه چه کسی باید اینجا راهنما بزنه ببینید این تابلو لوزی زرد گفتیم نشون نده اینه که شما توی خیابون اصلی هستید یا خیابونی که فورفارد داره یعنی خیابون اصلی و اون ماشین قرمزه توی خیابون فرعیه میبینید اون تابلوی به اصطلاح مثلثی شکل رو میبینید که حالا پشت شما داریم میبینیم دیگه خب اون نشون اینه که اون به هیچ عنوان اونجا حق تقدم نداره و ماشینایی که از سمت راست و یا چپ دارن میان بعد اجازه بده رد بشن و بعد بتونه بپیچه سمت چپ یعنی چی یعنی اون بعد اجازه بده اول اون موتور سوار بپیچه بعد شما بپیچی بعد خودش بره خب حالا شما که میخواد خیابونه که ماشین قرمز توشه شما بر راهنما بزنی اون موتور سوارم که میخواد به تو هم اونم بر راهنما بزنه اون ماشین قرمز بر راهنما بزنه یعنی چی یعنی همتون باید اینجا راهنما بزنید خب این که گزینه ها میگه ایش زبس یعنی من درست داره میگه در قوت پکا یعنی ماشین قرمز درست میگه دست متوقع و موتور سوارم درست داره میگه اوف لوزوم همونجوری گفتیم هر سه گزینه درسته امتیاز این سوالم سه امتیازی وایت هم سوال 13 این ورشن müssen sie eine änderung der fahrtrichtung anzeigen میگه در چه موقعیت هایی شما باید این یک تغییری از فارجشتون فارت یعنی تغییر مسیرتون رو آن نشون بدید خب گزینه میگه fordem up in این اینه اینموندون او در این, این میگه fordem قبل از پیچیدن این اینموندو اینموندو میشه سراهی قبل از پیچیدن توی سراهی oder ja این ein Grundstück. Grundstück müsse مثلا معنی لغویش میشه مسکونی خب مثل خونهتون مثلا با قبل از اینکه به توی خونتون بعد اونجا به اصطلاح راهنما بزنید داره درست میگه خب گزینه ب میگه ون ایش د فلاف اینا اپ کنیکن فورفارد استراسه فولگن ویل گفتیم دیگه اون تابلوه که یه خط پهنی داره خب میگه ون ایش وقتی که من دمفلاف این به در امتداد این به راستای حرکت حرکت به صلاح فورفارد یا حرکت تقدم داره در امتداد این خط کلفته منظورشه ما دارم حرکت میکنم باید راه نوازم درست داره میگه گفتیم در امتداد این خط کلفته شما باید راه نوا بزنید سه میگه ون ایش این اپ کنیکن فورفارد شتراسه این گراد ریشتونگ فرلاسن ویل میگه ون ایش این اپ کنیکن فورفارد شتراسه وقتی که من این خیابونی که خط کلفته به توشه این گرا درشتون در مسیر مستقیم فلاس این ویل میخوام به اصطلاح ترک گفتیم نه دیگه تو مسیر مستقیم شما نباید هوا بزنید خب گزینه سه غلط آفلوزون همونجوری گفتیم آوه اینجا درسته امتیاز این هم چهار امتیازی وایتا خب سوال 14 به صورت انیمیشنی هستش گفتیم فرمت سوال انیمیشنی یکی پنج بارم میتونید نگاه بکنید ویدیو شارتن خب همونجوری گفتیم گوشه های خیابون آینه ها تابلوها ببینید تابلو لوزی شکله یعنی شما فرفارت دارید اینجا آها میخواید بپیچید میبینید تو این موقعیت یه دو چرخه سوار داشت از روبرو رو میمد میبینید پشت این الان ماشین سبزه قایم شده ماشین سبزه هم داره میاد این ور این ماشین قرمزه که سر و وایسته این شما گفتیم به خاطر اون تابلو لوزی زرد رنگی اینجا شما فورفارد یعنی حق تقدم دارید شما تو خیابان اصلی هستی اون ماشین قرمز توی خیابان فرعیه یعنی اون باید وایس تا اول شما بپیچید و بعد به اصطلاح اون بپیچه ولی تو این موقعیت ماشینه که از روبرو میان اونها نسبت به شما فورفارد دارن یا حق تقدم دارن ماشینا حالا یه دو چرخ سایه هر چی. چرا چون اینها تغییر مسیر ندارن شما دارید تغییر مسیر میدی به از, اصلی میخواد بپیچید توی فرعی خب به خاطر همین موضوع بعد اول شما به این ماشین سبزه و اون دو چرخ که داره از اون ور خیابون داره میخواد رد بشه به اون بعد اجازه بدید و بعد بپیشید حالا بریم برای سور آف خب و اون موسیزی وارتن میگه چرا بعد حالا اینجا سب بکنید خب گفتیم به خاطر اون ماشین سبزه و اون دو چرخ سوار خب نمیشته ویگن دز به خاطر اون دو سوار درست داره میگه گزینه ب میگه گونن فارتسوگز ویگن دس گونن فارتسوگز به خاطر این ماشین سبز اینم درست میگه ویگن دس روتن فارتسوگز به خاطر اون ماشین قرمز غلطه گفتیم دیگه شما توی خیابان اصلی هستی و اون ماشین قرمز توی خیابان فرعیه و شما حق تقدم دارید آفلوزون همونجور گفتیم آوه درسته امتیاز این سوال هم چهار امتیازیه سوال پونزده زی مشتن لینکس اپ بیگن این ویش غاین فورگه بغایتن زید دست اپ بیگن فور میگه زی مشتن لینکس اپ بیگن شما میخواید سمت چپ بپیچین این ویش غاین فورگه در چه ردیفی بغایتن زی فور خودتون رو به صلاح آماده میکنید برای این دست اپ بیگن برای این پیچیدن خب یعنی همون این اوردن کردن یعنی جهت دادن توی کدوم لاین خودتون رو به جهت میدید که بخواید سمت چپ بپیچید منظور این سوال اینه خب گزینه یک میگه که این اردن فاعت ریشتونگ انزایگن نخ فرگنده فکیه به میگه این اردن یعنی خودتون رو جهت میدید فارت ریشتونگ انزایگن مسیر حرکتتون نشون میده یعنی چی؟ یعنی راه میزنید خب نخ فرگنده فکیه به اون به تردد ماشنای دیگر رو توی جاده زیر نظر میگیرید خب تو این ترتیب غلطه یعنی اول شما خودتون رو جهت نباید بدید اول بعد ماشین های دیگر رو شما زیر نظر بگیرید بعد باید به صلاح این تغییر مسیرتون رو با راهنما زدن نشون بدید و بعد خودتون رو به صلاح جهت بدید یا آین اوردنن بکنید بس گزینه آ داره غلط میگه گزینه ب میگه نخفرگندن فکر با یعنی تردد ماشین دیگر زیر نظر میگیرید فارت خیشتون انتایگن مسیر حرکتتون رو نشون میده یعنی راه میزنید این اردنه بعد خودتون رو جهت میده تو اون لاینی که به اصلا به سمت چپ میپیچه تو اون لاین خودتون رو جهت میده خب این درست میگه گزینه سه میگه فارت خیشتون انتایگن یعنی چی؟ یعنی مسیر حرکتتون رو نشون میده یعنی راه میزنید بعد آین اردن میکنی یعنی تو اون جهت قرار میگه بعد تازه یادتون میفته ناخ فولگندن فکر به او باخته. تازه تردد ماشین های دیگر رو توی خیابون به صلاح زیر نظر بگه که داره غلط میگه دیگه گفتیم برای این سوال نکته تلاش اینه که بعد اول تردد ماشین های دیگر زیر نظر بگیره در غیر این صورت خب میگیرید سمت لاین سمت چپ اون لاینی که با آینه رو به سمت چپ بپیچید خب یه ماشین میاد تق بهتون میزنه بس با اول به های دیگر زیر نظر گرفت دیگه و بعد گفتیم میخواین لاین عوض کنیم بر راهنما بزنیم دیگه درسته و بعد بعد راهنما بزنید و در آخر باید تو اون لاینه جا بگیره تو اون لاینه که به برای سمت چپ پیچیدن تو اونجا جا بگیره که گزینه ب فقط درسته آفلوزون همونجا گفتیم به درست امتیاز این سوالم چهار امتیازی ای... خب دوستان خوبم این ویدیو هم اینجا تموم شد امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشید تو ویدیو بعدی 15 تا سوال آخر از قسمت اپ بیگن وند نوگوگ رو بررسی خواهیم کرد تا ویدیو بعد شما رو به دستای خدا میسپارم خدا یار و نگهدارتون